برگشته با یه ویدیوی دیگه در مورد پلی‌استیشن 5 پرو که دوباره همتون رو کلیک بیت کنه. آقا جان از این خبرا نیست. من کلیک بیت و این داستانا رو دارم ترک می‌کنم و دارم می‌ذارمش کنار. این یکی دیگه واقعیه. پس ببینید یه دو تا بازی مونه. خوش اومدین. ما روزگاری داشتیم با این پلی‌استیشن 5 پروها. چه روزگار تلخ و تاریکی بود. روزگاری که اصلا از ویدیوهایی که میساختم لذت نمیبردم و الکی از کاه کوه میساختم و این شایعه در پیت که معلوم نبود از کجا اومده رو همچین آب و تابش میدادم، یه تامیل الکی هم میزدم تنگش و یه جورایی از اعتماد شما عزیزان سوء استفاده میکردم. آقا نکنید این کارا رو، آخر عاقبت نداره ها. یه چند وقتی بود که دنبال یه بهونه میگشتم که غرور خودم رو بذارم کنار و بابت اون روزها ازتون عذرخواهی کنم. الانم دیدم بهترین موقع است. دقتم اگه کرده باشین دیدید که تعداد ویدیوها رو آوردم پایین و بیشتر دارم روی کیفیت کارا تمرکز میکنم تا بهترینی که میتونم رو ارائه بدم. درسته درآمد اینجوری خیلی کمتر میشه. مثلا توی ماه پیش من فقط 7 ویدیو دادم. من که تا 20 تا ویدیو توی ماه برام یه عدد نرمال بود. اما فدای سر تک تک تون پول چیه بابا؟ بیاید بشینیم دور هم دیگه کیف کنیم. والا به خدا. البته خب خدایی یه خبرایی هم شده ها. هفته پیش بود که یک سری خبر بسیار مهم از این کنسول لیک شد. خداییش هم اول نمیخواستم بهش واکنشی نشون بدم. اما دیدم واقعا حیفه. حالا که یه خبر درست درمون به بیرون اومده، طرفدارای من حقشونه که ورژن موناییش رو بدونن. برای همینم تصمیم به ساخت این ویدیو گرفتم. میدونم توی اینترنت پر شده از پلی‌استیشن 5 پرو، ولی بهتون قول میدم مثل همیشه این ویدیو متفاوت باشه با هر ویدیوی دیگه‌ای که تا به امروز دیدم. من مونا ننزان دست چم نجیر منو. من خودم خدا. پلی‌استیشن 5 پرو چیزیه که این روزا زیاد ازش میشنویم. زیاد. البته چیز عجیبی هم نیست. به هر حال سونی سوراخ رو پیدا کرده. توی نسل 8 با ترس و لرز پلی‌استیشن 4 پرو رو داد. کنسولی که با چیزهایی که سونی قولش رو داده بود زمین تا آسمون فرق می‌کرد. شاید براتون جالب باشه که بدونید پلی‌استیشن 4 پرو به هیچ وجه کنسول 4K نبوده و بازیایی که این کنسول میتونست با این رزولوشن اجرا کنه به انگشت‌های یک دست هم نمی‌رسید. ولی خب کیه که ندونه پلی‌استیشن 4 پرو یه محصول موفق بوده؟ های سونی هم نشسته چرکه انداخته دیده واه چه بازار جدیدی پیدا کرده. وسط نسل که میشه به جای اینکه مجبور باشه کنسولشو ارزون کنه الکی یه هایپ ایجاد میکنه و مثلا پلی‌استیشن 5 که باید تو اواسط نسل ارزون بشه رو یه خورده قیافشو تغییر میده، یه خورده فرکانس سی پی یوشو بالا و پایین میکنه، 2300 دلار گرونتر میفروشه و میکنه تو پاچه خلق الله. به دنیای سرمایه داری خوش آمدی، دنیایی که میدیا برای ما نیاز کاذب ایجاد میکنه. آقا مگه 4 تا فریم بالا و پایین چقدر ارزش داره که اینجوری برای ما گیمر جماعت کیسه دوختی؟ حالا من فقط خراب اون گیمرایی هستم که از اول نسل نشستم پرو بیاد بود دوام برم بخرمش. کلا میگم دنیای عجیبیه. بگذاریم. هفته پیش بود که یه لیکره، نه البته از این لیکره، از این لیکرها که کارشون درز خبرای مهمه، اومد به یک سری عکس و اطلاعات از پلی‌استیشن 4 پرو منتشر کرد که گویا این تیم لیکر افراد صادق و راستگویی هم هستن و هرچی تا حالا گفتن واقعیت تبدیل شده. دوستان من به خاطر ترس از کپی رایت عکس رو به این شکل براتون به نمایش میذارم. بله اینجوریه که تو عکس میبینی جناب سونی در حد یه هم تغییر توی محصول ایجاد نکرده. دیدید ای هر سال عکس کاور فیفا رو عوض میکنه 70 دلار پول میگیره؟ سونی جان اون کارو هم نکرد. قربونش برم همون پلی‌استیشن 5 اسلیم رو یه پرو اولش گذاشته شده پلی‌استیشن 5 پرو. برای اینکه افراد قرقروی مثل من بهش قر نزنن اومده 3 تا خطم کنار کنسول اضافه کرده. واقعا داره یه سری مسائل برام روشن میشه. آقا محمود احمدی نژاد یادتونه میومد میگفت ما داریم روش مدیریت کشور رو صادر میکنیم؟ هممون هار هار بهش میخندیدیم. حالا یادم نمیاد.
آقا الان خدا شاهده رسیدیم به اون دوران. یعنی این دسته گلی که سونی به جای پلی‌استیشن 5 پرو میخواد تحویل ما بده، منو بیشتر یاد محصولات ایران خودرو میندازه. چراغ ماشینو کج کن میشه پلاس، دو تا خط بکش بغل کویک میشه کویک اسپورت، سقف پرایدو قیچی کن میشه وانت پراید. آقا چیه؟ البته مکافات به اینجا ختم نمیشه ها. الان شما به یک نگاه کنی، الان این عکس چی کم داره؟ دقت کن قشنگ جلو چشته. دیدی؟ نه دیدی؟ بابا این سیدی درایورش کو؟ مگه اسم این یالغوز خان پلی‌استیشن 5 پرو نیست؟ این چرا بس سیدی رام نداره؟ این چه مدل کامل شده یکی از مدل اولیه فیچر کمتر داره؟ مگه فلسفه ی کنسول های پرو این نبوده که قرار بوده کامل تر بشن؟ آقا پکو کو کو این سیدی رام بهش کو 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 الان قشنگ میتونم که ذهنی عدتون رو کامل بخونم. مونه جان مگه نمیدونی که سونی دیسک درایور اکسترنال داره و شما میتونید این دیسک ها رو جداگانه بخرین؟ آقای عزیز، خانم عزیز، سونی بابت این دیسک درایور های اکسترنال قراره که از ما ماچ بگیره؟ نه دیگه، باید پول بابتشون بدیم. یعنی شما کنسول پرویی که احتمالا 600-700 دلار هم قیمتش خواهد بود رو میخرید، بعد 70 دلار هم باید اضافه پول بدین تا بتونین بازی های فیزیکیتون رو اجرا کنین. این دیگه چه مسخره بازیه که سونی رو انداخته؟ سونی جان این مسخره بازی ها رو جمع کنم. فکر میکنم دیگه الان خیلیاتون میدونید یا همتون میدونید که من با محتوای دیجیتالی چقدر مخالفم. البته این به معنی نیست که بازی های دیجیتالی بد محضه و من اصلا طرفش رو نمیرم. نه آقا، من خودم روی اکانتم بیش از 100 تا بازی دیجیتالی دارم. اما مشکل اصلی من با کنسولای دیجیتالی اینه که شما با خرید بازیاشون آقا صاحب هیچی نمیشین. همین ایکس باکس 360 چند هفته پیش بود که سروراش برای همیشه خاموش شد و دیگه شما نمیتونستین بازی های دیجیتالیتون رو دوباره دانلود کنید. اتفاقی که دیر یا زود برای هر کنسول میفته و PS5 هم از این قضیه مستثنا نیست. ولی شما دیسک بازی ها رو که داشته باشین تا 100 سال سیاه دیگه هم میتونین ازشون استفاده بکنین و حالش رو ببرین. هر وقت هم که دوست داشتین میتونین بازیاتون رو بفروشین و یه مقداری از پولتون برمیگرده. اما بازی دیجیتالی که چسبیده به اکانتتون رو چجوری میخواین بفروشین؟ جواب بده جوری، جواب بده. البته این بین یه نظر متفاوتی هم وجود داره. اونم اینه که سونی تمام بودجه قیمت کنسول رو صرف بهبود سخت افزار پلی‌استیشن 5 پرو کرده و حذف دیسک درایور باعث میشه 70 دلار کنسول ارزون تر بشه و سونی احتمالاً اون 70 دلار رو توی سخت افزار کنسول هزینه کرده. والا چی بگم، این استدلال هم خدایی غیر منطقی نیست. اما برای منی که تمام عمرم رو صرف جمع کردن بازی های فیزیکی کردم، نبود دیسک درایور در پلی‌استیشن 5 پرو واقعا تلخه. بعدش هم 70 دلار قیمتی که دیسک درایور داره به فروش میرسه و توش سود فروشنده، هزینه حمل و نقل مالیات و از همه مهمتر سود هاج سونی هم اعمال شده بدون شک. سونی اگه میخواست دیسک درایور رو داخل کنسولش بذاره، براش 70 دلار در نمی اومد. بحث دلار و ریال شد، بریم سر وقت بحث شیرینه قیمت. اطلاعات دیگه ای که منتشر شده، این PS5 پرو دیجیتالی باید به قیمت 600 دلار عرضه بشه، یعنی حدود 100 دلار گرونتر از PS5 فت دیسکور که به تومن میشه 36 میلیون، اونم به شرط اینکه دوستای خوب توپخونه منصفانه عمل کنن. خودش با توجه به قیمت پلی‌استیشن 5 اسلیم بدک نیست، قیمتش ارزون نیست ها، نه، ولی میتونست خیلی بدتر از اینها باشه. بعدیاشو گفتیم بذاریم که به نکات مثبتش هم اشاره‌ای بکنیم. سند موثقی در دسترس نیست، اما طبق شایعات قبلی PS5 پرو قراره 2 ترابایت حافظه SSD داشته باشه. یعنی مشکلی که از ابتدای نسل سر کمبود حافظه رو داشتیم رو حل میکنه و به علاوه قدرت سخت افزاری که بیشتر داره قطعا ارزش خرید داره. چون جالبه که بدونید Xbox سریز X 2 ترابایتیش که از لحاظ قدرتی فرقی نکرده هم همین الان داره با قیمت 600 دلار فروخته میشه. بله دیگه، چرا که نه؟ مایکروسافت یه رکبی زده به هممون. خیال خودش راحت کرده و از اول نسل گفته من کنسول میان نسلی نمیدم. اما اگه دلت میخواد بیشتر پول بدی،
من مثلا سری اس و سفید رو میکنم سیاه، یه خورده ظرفیت هاردش رو برات بیشتر میکنم، 100 دلار ناقابل ازت بیشتر میگیرم، یا سری ایکس 2 ترابایتی میدم 150 دلار ازت بیشتر پول میگیرم. خداییش با این شرایط الان که دارم فکر میکنم پلی استیشن 5 پرو ارزش خرید پیدا میکنه. هاردش هم 1 ترابایت باشه، بازم چند قدم از سری ایکس که 150 دلار به خاطر یه دونه هارد گرونتره جلوتره. بله، خاک تو سر، رو هنوز بله کنسول منو بر نداشتم. البته به جز این لیک، ما یه اشاره ریز رسمی هم به پلی‌استیشن 5 پرو داشتیم. نو منز اسکای، بازی که 10 سال پیش منتشر شده و تیم سازنده با آپدیت های مکرر اون رو زنده نگه داشتن و الان تبدیل به یه گیم عالی شده. حالا همین هفته پیش بود که یه آپدیت بزرگ برای این بازی منتشر شد و توی کدهای این آپدیت علاوه بر تنظیمات PS5 معمولی یه پریست برای دستگاه ترینیتی هم میبینید. برای اونایی که نمیدونن، طبق شایعات PS5 پرو با اسم رمز ترینیتی ساخته میشه که خب از همون ترینیتی فیلم ماتریکس الهام گرفته و خب دیدن کد پریست ترینیتی توی آپدیت نو منز اسکای به این معنیه که سونی همین الانش هم کیت توسعه PS5 پرو رو برای سازنده های بازی ها ارسال کرده تا برای این کنسول بازی بسازه. حالا این پلی‌استیشن 5 پرو کی قرار معرفی بشه و کی قرار بیاد؟ دوباره طبق صحبت های بیل بیلگان، راستی اسم لیکره بیل بیلگان بود اول ویدیو، خب اسمش یادم نبود، الان یهو یادم اومد. بگذاریم، ایشون گفته که این کنسول احتمالاً توی این دو سه هفته اول سپتامبر که به تازگی شروع شده به صورت رسمی بالاخره معرفی میشه و قراره توی هفته دسامبر عرضه بشه که میشه همون اولای آذر خودمون، دقیقاً قبل از تعطیلات کریسمس عرضه میشه. از اونجایی هم که بیل بیلگان آدم راستگو و صادقیه، احتمالاً این ادعا هم درسته. من آقا فقط امیدوارم مثل مدل اسلیم رونمایی نشه. معرفی پلی‌استیشن 5 اسلیم رو یادتون هست؟ من خودم صبح از خواب بلند شدم دیدم که یوهو توی چنل پلی‌استیشن یه تیزر 20 ثانیه‌ای منتشر شده. یوهو از توی تاریکی دو تا کنسول با موزیک در میان و تموم میشه. یعنی نه ادیت خاصی داشت، نه اطلاعات خاصی به آدم میداد. اصلا تایتل ویدیو رو خودتون ببینید. من حتی یادمه سر همین یه عده فکر میکردن که این PS5 اسلیم نیست و بعداً قراره PS5 اسلیم رو نمایی بشه. از مشکلات دیگه ی اسلیم هم مثل فروش جداگانه پایش هم که دیگه نگم براتون. البته جوری که داره شرایط پیش میره من تعجب نمیکنم که سونی برای یه تریلر هم پول نده. یو پست بزنه بگه این پلی‌استیشن 5 مونه نزان، هر چی میخواد بود بری بخره. اینا دیگه. وای آقا، من دوباره یاد این عدم وجود پایه توی پلی‌استیشن اسلیم شدم. اصلا کمرم گرفت. سونی جان، اون عدم وجود CD درایور رو میشه با مغلطه و ماسمالی حلش کرد، ولی خدای پایه نذاری توی کارتون پرو دیگه خیلی فوله ها. حرکت کاملا فوله. نکن این کارو، بذار این یه ذره آبرومون جلوی ایکس باکس فنا حفظ بشه. طبق شنیده ها توی همین ماه سپتامبر یه استیت آف پلی جدید داریم. خب این میتونه یه ایونت به شدت جذاب بشه به چند تا دلیل مختلف. اولش اینه که استیت آف پلی قبلی یه افتضاح به تمام معنا بود که تمام تمرکزش روی بازی کانکورد بود. کانکوردی که به همین تازگی هم عرضه شد و با سر زمین خورد تا سونی بفهمه جای بازی های داستانی رو نمیتونه با یه سوسمار رو سطل آشغال پر کنه. اونم دقیقاً وقتی که ایکس باکس با ایونت جذاب خودش کلی نظر طرفدارا رو جلب کرده بود. خب جالب‌تر از اون اینه که برند پلی استیشن 30 ساله شده و خیلی بده که توی این سال مهم برای این برند ما شکست کانکورد رو داشته باشیم. و فقط یه استیت آف پلی خفن میتونه اون شکوه و عظمت پلی استیشن رو دوباره بهش برگردونه. شما خودت فکرشو بکن، یه استیت آف پلی به مناسبت 30 سالگی پلی‌استیشن برگزار بشه. توش IP جدید ناتی داگ رو نشون بدن، IP جدید سانتا مونیکا با کارگردانی کوری بارلوک رو نشون بدن، گیم پلی بازی وولورین اینسومینیا گیمز و دد استرندینگ رو نشون بدن و از گوستاف سوشیما دو رو نمایی کنن و در آخر هم با معرفی پلی‌استیشن پرو هممون رو سورپرایز کنن. از این بهتر مگه میشه؟ مگه داری؟ مگه داریم ما؟ به
هر حال پلی‌استیشن 5 پرو نزدیک‌تر از اون چیزیه که هممون فکر می‌کردیم و توی این چند ماه اطلاعات بیشتری قراره از این کنسول منتشر بشه که خب اگه خبر مهمی باشه قطعاً توی همین چنل ویدیوشو براتون می‌سازم. پس اون زنگوله کنار رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. خب اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حتما نظرتتون رو توی کامنت ها در مورد PS5 Pro بنویسین و بگین که تصمیم به خریدش دارین یا نه. همه نظرات رو طبق معمول میخونم. اون لایک رو هم بفشار که کلی به من انرژی میده. تا بیست بعدی خدا نگهدار.